سلام اینجا خودکسته ای پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرهاد امروز همچنان با ماست سلام اپیزود دیویست و چهار آره از غذا ما دوباره تو همون یک شنبه <applause> <گیر کرده تصفيق> شنبه هفته قبلیم آره ما امروز مجبور شدیم که برای دو هفته رو زد بکنیم و اینکه اگر که میبینید لباس ها عوض نشده این زرنگ لباسش عوض شده. من فقط خیلی گرمم شده بود فکر کنم دارم تب و لرز میکنم اه... چیزی که بود در آورده خلاص اگه میبینی عوض نشد اینطور نیست که ما لباس نداریم همش داریم یه لباس میپوشیم نداریم. یه روزه خوبی مرسی کنم اه... اصلا یه هو برم سر بدون موقعی هم یه هم... گفتی تب و لرز؟ من داشتم به این فکر میکردم که اون روزی که این اپیزود پخشه که میشه چه هفته دیگه چه اتفاقی افتاده هیچ ان که کمتر خبر بده اصلا نمیتونی تصور کنی از 2020 از روزی که شروع شد اگر که به ما میگفتن مملکت داره میشه دومین کشوری که از این تلفات دا میشه یه چیز راجع به این سری بگم سری اگه باشه سری لطفا <applause> <applause> نوشته بود که آمار مبتلایان از شروع آمار مبتلایان به کرونا در ایران به 43 نفر <applause> 8 نفر تعداد <applause> فوتیا 8 نفر دلیل اینکه نسبت فوت به ابتلا در جهان دو درصد و در ایران 20 درصد است به نظر برای این lawsuit. نه برای اینه که تعدادشون درست نمیدونن نه به نظر بخش زیاد متعهد هر در منزل مشغول آه. چای نبات و دارچین هستند تو حوزه بخورن نشه آره دقیقاً همینه اگر که میبینید علائمی دارید هر چه سریعتر برید بیمارستان البته خب بیمارستانم که خودش آدم مریض میشه تو بیمارستانم یعنی اگر که چیزا رعایت نشه نگهداری میکنن آره ولی نکته اینه که شما دوتا الان سردتون شد گرمتون شد من از اول گرمم بود ایمان ولی احتمال اینکه شما دوتا آخه تو دیشب شب سختی هم داشتی تو میخوای هر ده دقیقه بری یه دور بزنی که یه رو به مده و پشت دقیقه من قلص چهار ده دقیقه من پامش چهار ده دقیقه چهار ده دقیقه بریم سر بریم سر موضوعمون بفرمایید جونم براتون بگه که این هفته میخوام در مورد شرکت های هرمی صحبت کنم اه اینو چی هستن شرکت حالا برات توضیح میدم با کارون صحبت کردیم و گفتیم که در این مورد یه موضوع بریم مکمله منم قسمت بعدی میرم آره مرتبط ما هممون تو زندگیمون حداقل یه بار از طرف یه نفر اومدن سمت اون به اون گفتن که یه بیزینس میخوام بهت معرفی کنم با مشخصات زیر پول در میاری بدون ریسک بازدهی بالا رئیس خودت باش رئیس خودت باش ساعتی که دوست داری بری سرکار میتونی بری هر موقع بخوای میتونی بری خونه و معمولا هم یه چیز انسانی به تش میبندن دیگه که مثلا می‌خوایم محیط زیست آره محیط زیست که میخوایم یاد بدیم به مردم میخوایم بهشون کمک کنیم مثلا کار انجام بدن اولین باری که یکی مراجعه کرد بهت با این جمله که بود یادته آره من ایران بودم آره توی راهنمایی بودم یه پسر به من گفت اون گلد کوست بود اون موقع آفرین گلد کوست آره خیلی ب... بچه های ما چند نفر بودن که اونجا به من آره, آره, یکی از همون مراجعه کرد گفتش یه انقدر پول میذاری بعد میشه انقدر من اصلا آره. بدون توجه به اینکه شرکت هرمی چی اینو من انقدر اصلا پول ندارم که <applause> <تص بذارم برو بعدی شما خاصیت دیگه ای نشیدین از این شرکت من که این که گفتی دقیقه و شنیدم یعنی دقیقا همین رو اول بارت بود. کی بوده؟ منم ایران بود که خانواده اینو شنیدن ولی توی کانادا به خودم سال 2014 بود که و من الان ر... روی یک از این هرما من به من چند زیر شاخه زیر کنه همه با هم همکاریم درسته من ولی خب من توی ایران بهم شد بعد اومدم توی ونکوورم سال 2011 یادمه قبل از این که از در واقع های سکول از دبیرستان بخوایم فارغ تحصیل بشیم یه نفر بود که شروع کرده بود و هنوزم شروع کرده میده آره. ماشین خفن نخریده با ساعت رولکس نه نه هیچ یه نه نه. حالا این بیزنس ها در 99 درصد موارد به بیزنس های هرمی معروفن که یه جور کلاوردی به حساب میان پیرمیت سکیمز پیرامید سکیمز دیگه که پیرامید بابا پیرامید 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 که یه دونه یه جور کلاهبرداری به حساب میان که در اکثر کشورها هم این مدل بیزنس ممنوعه و مجازات داره که ایران هم از این قائله خدا رو مستثنا نیست حالا اینا چه کار میکنن خیلی ساده است دو تا ساختار خیلی بنیادی آره بنیادی داره و حالا ساختارهای مختلفی داره ولی دو تا هست که خیلی رایجه توی این شرکت ها یکیشون کالا محوره یکیشون به قول معروف لخت یا بدون کالاست خب اون اول بریم سراغ لخته. <applause> همیشه لخته آقا میان به شما میگن که میخوایم شما رو به عنوان یه فروشنده یه کالای سرویسی یه چیزی استخدام کنیم شما ولی باید مثلا صد هزار تومن بدی که وارد این کمپانی بشی و ما به اصطلاح یه سری تعلیمات رو به شما بدیم بعضی موقع لایسنس مثلا باید به شما بدن و اینا بعد که شما این تعلیمات رو گرفتین میرم بهتون میگن که خب شما باید بری مثلا 6 نفر دیگر رو پیدا کنی و از هر کدومشون 100 هزار تومن بگیری تو اینطوری مثلا 500 هزار تومن میتونی روش کرده باشی دیگه چون اول 100 هزار تومن بوده بعد میشه 500 هزار تومن و بهشون همین چیزها رو آموزش بدی و قصه الا اونا میرن شیش نفر دیگر رو پیدا میکنن همینطوری که تعداد این لیول های این هرم بزرگتر میشه آدمایی که بالا هستن درصدی از پول رو بر میدارن و پولدارتر میشن و به مراتب پرچی که تعداد این لیول ها میره بالاتر بیزنس سختتر و سختتر میشه چون که تعداد آدمایی که باید استخدام کنی کمتر و کمتر میشه تو اون جامعه دیگه تعداد آدمایی که میتونی استخدام, کنی همشون استخدام آره. یا همشون فهمیدن چه افتضاحی بوده رفتن آیه دیگه بستگی نمیتون... داره چند تا زیر شاخه باشه مثلا اگه باشه به توانه مثلا تعداد لایه ها بعد حالا شاید بپرسید که آدم چرا باید اصلا بره سراغ این کمپانی چرا اینا که خیلی عجیبن اصلا چرا آدم ها رو جذب میکنه جو کمپانیا این کمپانی مثل اینستاگرامن یه تصویری از یه زندگی خیلی ایدئال رو میخوان به شما بفروشن <applause> و تمام کسایی که میخوان شما رو به اصطلاح استخدام بکنن از مقدار زیادی پولی که در میارن صحبت میکنن از ساعت ها و لباس های عجیبی که دارن صحبت میکنن ماشین های خیلی جذابی که دارن خونه های پنت هاوس فلان صحبت میکنن و اینا و اینا رو برای شما به نمایش میذارن پس این شرکتات میان دنبال آدمهایی که این سبک زندگی و این حالا زیورالا توی زندگی براشون خیلی جذابه که هممون هستیم تقریبا من خودم یکی از اون آدم هام. و میان اون سبک زندگی رو به شما میفروشن تا اینکه بیان اون پروداکت یا اون حالا محصول. کار رو به شما محصول رو به شما اینقدر بفروشن. حرف دارم بزنم ولی سبقا معدب باشم حالا چرا گفتم این شرکت ها به هیچ عنوان نمیتونن درآمدزا باشن دلیل ریاضی داره کارون شاخ خوشش بیاد خیلی ساده است مثلا اگه نفر اول بیاد 6 نفر استخدام کنه و نفر دوم بره 6 نفر اون 6 نفر به 6 نفر دیگر استخدام کنن میشه 36 نفر و میشه 216 نفر 6 به توان آره در لایه هفتمش 279 هزار نفرن یعنی فقط لایه هفتم که برسید به لایه 11 که برسی میشه 362 میلیون نفر یعنی جمعیت آمریکا رو تو باید استخدام, استخدام کرد زیر شاخه تو مثلا باید باشن و به لایه 13 که برسی تقریبا دو برابر جمعیت جهان رو تو باید استخدام کرده باشی تا بتونی پول در بیاری وارد حیوانات و اینا هر چی حیوان و اینا آره حالا این این شیشه عدد زیادیه لزوما همیشه شیش نیست آره آره اینجا با فرهاد دیدیم یه ویدیویی تو هم احتمالا دیدی آره آره. سه پنج پنج, پنج, پنج سی؟ سه سه ده سه سه ده سه ده, بود؟ توی ده روز هر ده روز آره که اون سه سه ده یعنی که تو سه نفر استخدام کنی اون سه نفر هر کدوم سه نفر یعنی نه بلا به سه توی ده, ده, یعنی... روز. آره. ده, ده روز سه. آره دیگه. اون سه اون آره مثلا نه تا این بدتره در... من میگم در ماه شما شیش تا این در ماه نه است نه این آره تو ده روز آره آره <laughs> حالا ادامه بدم ادامه بده بیشتر آه. از نقطه است حالا چه اتفاقی میفته کسایی که زود وارد این سیستم میشن میتونن یه پولی شاید در بیارن و یه کسایی رو حالا استخدام کنن ولی کسایی که دیر وارد این سیستم میشن تقریبا تقریبا عملا غیر ممکنه که بتونن کاری انجام بدن و پولی در بیارن اونا معمولا با کف دست نفر اول هرم صحبت میکنن <applause> تقریبا <تصفيق> حالا اون روش دومش چی بود روش دوم کالا محور بود که کانسپتش خیلی شبیه ولی خب اینجا یه کالایی هم وجود داره و قیافش یه ذره تزین شده است که مثلا این بیزینس معمولیه و مشکلی نداره و شما دارید یه کالا رو میفروشید معمولا یه حالا میگم یه کالایی وجود داره که مثلا تحقیقی کردم فیلتر هوا و وسایل آرشی بهداشتی و یه سری آب میوه و مکمل غذایی این آرایشی بهداشتیش به تو ایران خیلی بود آره تو ایران اون گلد کوست که میگفتن یه سکه های آره. و حالا چیزهای مختلف و یه سری کالا هست که شما باید بخرید و در واقع اینا رو بفروشید و حالا مشکل این چیه این اینطوری کار میکنه که در چیز اول در محله اول توضیح کننده کالا اون کسی که کالا رو مثلا تولید میکنه یا توضیح میکنه میاد ده تا فروشنده به اصطلاح که شما هم یکی از اون فروشنده به حساب میاد میان سمت شما میگن که برای شما باید بری این ده نفر استخدام میکنند و بهشون میگن که شما باید 500 هزار تومان به ما بدید که ما اولیه وسیله اولیه در اختیار شما بذاریم و یه سری در واقع تمرین و یه سری ترینینگ و اینا به شما بدیم سه دوره رو میبینیم تمرین به شما بدیم که آموزش به شما بدیم که بتونین کالا رو در مرحله دوم اون توضیح کننده 10 درصد از 500 هزار تومان از شما میگیره هر کسی که شما بری بیاری برای بعد از اون 10 نفر این 10 نفر اول استخدام میکنه بعد شما بری 10 نفر استخدام بکنی 10 درصد هر 500 هزار تومان از شما میگیره و مثلا 10 درصد هر کالایی که بتونی بفروشی حالا اگه بتونی اون کالای مزخرفی که وجود داره رو شما بفروشی یه ده درصد هم رو اون کالای برمیداره. اونی که بالای توه تو آره در توضیح کننده آها اه بعد به این فروشنده ها میگن که حالا اتفاقی که میفته این فروشنده ها این توضیح کننده ها میان به شما میگن که راحت ترین راه برای کسب درآمد استخدام کردن آدم هاست فروش کالا آن. I mean, یعنی من شما رو آه. تشویق میکنن که بری آدم بیشتری جمع بکنی تا اینکه بخوای اون پروتکتر رو بفروشی و آدم های بالای هرم هرچی تعداد زیر مجموعهاشون بیشتر بشه پول و درصد بیشتری میگیرن دیگه حالا یه مثال بزنم توی درگنز دن یه فارسی چیه؟ یه دونه ایرانی هم اومده مثل درگنز دن مثل شارک تنگ آره شارک تنگ این فارسی اسمش چی بود؟ نمیدونم ولی اونی که اونایی که ایده یه, یه ایده میان میدن چند جلنج نفر جلنج هستن که میتونن رو سرمایه گذاری بکنن یه شخصی اومده بود حالا اسمشو هم نمیدونم زیاد اسمش مهم نیست ایشون اومده بود یه دونه دستگاهی آورده بود برای تصویه آب و میگفتش که این حالا اینو میخوام توضیح بدم که بهتون گفتم یه سری اولش که میری میگم 500 هزار تومان بعد بدین یه سری وسایل اولیه بهتون میفروشن که حالا اینا چیه توی این دراگنز دنه یه مثال خیلی خوبی داره طرف اومده بود میگفتش که من فیلتر آب میفروشم چیکار میکنه یه دستگاه اوردوی دستگاه یتقولی بود میگفتش که این هوا رو میگیره میکنه آب او و اینکه از این میتونی آب فلان مثلا ب... آب خیلی تمیز بگیرید و اینا و آورده بود یه مثال از آب لوله و یه مثال از آبی که از این تولید میشه میگفتش که ما این دستگاه رو میخوایم بفروشیم و اینا حالا باشد که دستگاه کلی مشکل داشت و فلان و اینا ولی داشتش گفتش که ما میخوایم از یه روش هرمی استفاده بکنیم برای فروش این دستگاه اینطوری که ما میایم یه در واقع وسیله اولیه به آدم ها میفروشیم که چیه که اینه که یه تجزیهگر آبه نشون میده وقتی شما اینو میذاشی تو این آبه نشون میده که این آبه چقدر در واقع ناخالصی داره آره و حالا چیزهای مختلف مزر توشه به واسطه رنگ آبه که عوض میشد هم گفتش که این مثلا 500 دلاره هر کسی که بخواد اینو بفروشه به این دستگاه نیاز داره میان از این 500 دلاره میگیرن و میرن جلو و خب وقتی فهمیدن که این یه شرکت هرمیه همشون تقریبا یورو انداختن بیرون و بهش گفتن که تو الان ممکنه بری بیرون بیام بگیرن چون که قشنگ در چیزی که توضیح میدی شرکت هرمیه و خود یارو هم نمیترسید بیه که من دارم از روش هرمی استفاده میکنم قشنگ گفت پیرمیت سکیم میخوام استفاده بکنم حالا یه اسم قشنگ تری داره که بهش میگن مولتی لیول مارکتینگ که اونم بهش میرسیم حالا اه... آه، واقعیت خوبش. قضیه اینه که تو این شرکت های هرمی تا یکی پولی رو از دست نده کسی پولی به دست نمیاره یعنی تو باید پول یه نفر دیگر رو از جیبش در بیاری تا پول دار بشی دست تو جیب شما... بقیه است آره و به وسیله حالا افر... در واقع این افرادی هم که پول از دستشون میره به واسطه اون افرادی هم که توی اون حرم ها رده های بالاتری دارن دیگه اونا میان سر شما رو شیره میمالن گول میزنن و میاننتون تو این شرکت ها برای همینه تو اگه دست فرز و کوچیکی داشته باشی راحت میتونی چیزی که هست حالا یه محاسبه ریاضی داره که نشون میده که 88 درصد افراد در این هرم ها قسمت پایین هستن و اینا هیچ پولی در نمیارن که <applause> میشه همون قسمت گلد کوست تو ایران دیگه که سال 2003 اتفاق افتاد که خیلی ها آره رو هم درگیر خودش کرد میگم توی راهنمایی وقتی یه نفر داره میاد میخواد شما رو بیاره تو زیر مجموعه خودش دیگه یعنی یه نفوذ آره. خیلی عجیبی کرده دیگه ما یه لوزری داشتیم این همه چی رو تست کرد یه روز همه چی واقعا همه چی یعنی حتی اون که تو ذهنی تو هم تست یه روز قرار بود فوتبالیست بشه فرداش شد آدم مذهبی پس فرداش خدا ناباور شد پس اون فرداش گلد کوست کار میکرد یه بار دختر باز بود یه بار کفتر باز بود الان چی کار میکنه <laughs> میخواست بیاد کانادا آخرین آها <laughs> آه اون دوستمون اون اولین بار رو من گفت آها خب. حالا به من کسی دیگه گفت اه... این گلد کوست هم تو ایران خیلی از سال 2003 شروع شد و خیلی هم در واقع باب شد توی ایران و اینا یه سری اول شروع کرده بودن در واقع بیزینس لخت بود بعدش شد با کالا که شروع کردن یه سری سکه تلا طلا رو میفروختن سکه ساعت آره سکه و ساعت و هر چی بود طلایی بود چیزی که من یادمه روی اون تلاش خیلی انفیسایز میکردن آره خیلی تاکید میکردن و اونم از سال 2014 توی ایران محکوم شد و دیگه به عنوان آره همه رو گرفتن و به عنوان شرکت هرمی شناخته شد و الان هم میگن که توی ایران روی شرکت هرمی خیلی استرس خاصی وجود داره و نمیذارن رشد بکنن حالا در مورد چی گفتم باید صحبت بکنیم در مورد یه زی هست به نام MLM که هست مولتی لول مارکتینگ که خب این به فارسی میشه بازاریابی چند لایه که مثل شرکت های هرمیه اینا هم شرکت های هرمی محسوب میشن این مولتی لول مارکتینگ ها چون که لایه های مختلفی داره افراد درصد افرادی که بالا هستن درصد پول بیشتری در میارن ولی خب یه چند تا شرکت مولتی لول مارکتینگ هست که اینجا به صورت درست دارن کار میکنن حالا درست منظورم اینه که به صورت قانونی دارن کار میکنن و اونا به عنوان شرکت هرمی و غیرقانونی هنوز محسوب نشدن چند تا آدم های منتقد هستن که میگن که تمام این کسایی که تمام شرکت هایی که از این روش بازاریابی استفاده میکنن همشون شرکت های ولی خب فرقی ما با هم دیگه ندارن فقط یه ذره قشنگش کردن که نتونن گیر بیفتن میشه برام مثال بزنی آره یه شرکت بود یه شرکت هنوزم هست توی کانادا هست به نام Amway A که <applause> توی سال 1979 معلوم شد که جز این شرکت ها محسوب نمیشه حالا چیکار میکنن اینا یه سری فرقایی دارن با شرکت های هرمی دیگه اول به افراد برای اضافه کردن زیر مجموعه پولی نمیدن یعنی شما اگر که بری که کسی رو بیاری تو زیر پولی نمیگیری تنها راه پول در آوردن از طریق فروش کالایی که بهت میدن یا مدیریت کردن تیم فروش یعنی آه. تو میتونی یا بری یه کالا رو بفروشی یا یه چند نفر که فروشندن بکنی. و استخ فروشنده هستن رو استخدام بکنی و یه درصدی از فروش اونا رو بگیری که اون فروشندات میرن بازم آدم استخدام میکنن این که همون حالا وایسا ولی وسیله اولیه برای فروش وجود نداره پول اولیه برای ورود به این شرکت وجود نداره خیلی باید خوشبین باشی بری اینجا. آره. <تصفيق> <تصفيق> نه نه پولی نه پول و سنیت که شما نیاز داری آره و اینا یه سری پروداکت هایی دارن که خب حالا به دست مردم میدن و حالا یه جالبی که میگفت میگفتش که معمولا این شرکت ها پروڈکت هایی که دارن اینقدر مسخر و بده که اصلا تو نمیتونی این ها رو بفروشی مجبوری یه نفر دیگر رو بیاری که تو اون شرکت هرمی گفتش که مجبوری این... به جای اینکه که بفروشی بری آدم استخدام بکنی یه سریاش هم خیلی بد نیست منطقی به نظر میاد اون بیمه عمر و اینا میفروشن اونا چه داستان حالا به اونا میرسیم یه راست اموه چی میفروخت اموی از تمیز کننده میفروخت از آب میوه میفروخت ساپلیمنت میوه. و ویتامین به خودش نه برند مختلف ز مختلف ایر پیوریفایر هم میفروخت حالا فارسی ایر پیوریفایر تصفیه کننده هوا, هوا. تصفیه کننده نیست مطبوع سازنده هوا آره حالا به هر حال یه زیر میذارن تو خونه کنار کولر ام... حالا یه چند تا نکته هم بگیم جالبه که چطوری میتونیم متوجه بشیم که یه شرکتی اصلا هرمیه و باید ازش دوری بکنیم من میتونم بگم حالا من اینو میگم فرام یه دونه بذار من اینا رو بگم بعدا بگم حالا خودت همیشه وسط اپیزودای ما میفری ما میتونه از تب لطفا فر تو یه دونه بگو یه اپیزود داره آفیس اگه رو ببینید با شکل رسم بتونه نشون میده که چه شکلی رسم شکل نه شکل رسم چیه؟ اه، آن توضیح بدن؟ آره. ما فقط چی... میکشه نه آره یکی داره توضیح میده که چجوریه و اینا بعد اصرار داره که نه شرکت هرمی نیست و همکارش جیم به مایکل میگه که خب میشه هم توضیح بدی بر اون نخ... نقش... رو تابلو شروع میکنه کشیدن بعد جیم پا میشه یه مسلس دور <تصفح> کشیدن رو میکشه من میگم از لباس آدمی که به شما مراجع کردم میتونیم از لباسش اونم ممکنه گفتیم که خیلی شیک پوشن و میخوان یه سری حالا دورش میگم مرد معمولا یه مقدار شلوارشون کوتاه با کفش فاصله داره آقا من اینجا آره مردونه مردونه نه ورزش حالا چند تا نکته رو من بگم شرکت یه دیگه هم میتونم بگم بفهم کامل تیپو پس توضیح بده که کتاب آدمای هم زیاد میخونن اوکی ادامه بدم یا میخوای بگی نه از ایناست که سی ثانیه بینش فاصل است به ظرفش بزنه نه داره الان به یاد میاره فکر کنم داره <applause> تجسم میکنه رو تختشون هم جمله آدم بزرگ رو مینویسم آقا بذارید من چیز کنم شرکت هرمی به شما برای جمع آوری آدم پول میدن و بهتون به قول معروف یه بونسی میدن برای جمع که جمع کردن آدم تا فروشه وسیله این یه نکته خیلی عجیب میتونه باشه هر شرکتی که بیشتر فشار روی جمعوری زی مجموعه باشه تا فروش کالا پس چیزه هرمی. هرمیه, شرکت هایی که آها معمولا شرکت هایی که هزینه زیادی برای ورود به اون بیزنس از شما میگیرن مثلا به اسمای مختلف ازتون شارج میکنن وسایل اولیه دوره آموزشی اجباری فلان و اینا این هم میتونه یه نشونه خیلی بدی باشه که اون شرکت هرمیه اگر که شرکتی هست که بیشتر از پنج لایه به بالا از فروش یه کالا سود یا بونس میگیرن میتونه شرکت هرمی باشه خب پنج یعنی مشکلی نیست؟ نوشته که بیشتر از پنج شرکت ها صد درصد هرمی هست توی شرکت های کچیکتر مثلا میگم یه مدیر فروشی اگه وجود داشته باشه تا مثلا دولای سلایه میگفتش که مشکلی نیست ولی بعد از پنج خیلی اه... میره سمت هرمی ها آره بعد اه... ببینید اون کالایی که دارید حالا شما رو استخدام میکنن که بفروشید وای اصلا واقعا ارزش فروختن داره یا نه اون کالا میتونه کالای مفیدی باشه از یه شرکتی که معتبره داره این کالا به فروش میرسه یا اصلا توی چند سال گذشته از اون شرکت شکایتی شده در این مورد یا شکایتی نشده این شکایت شدن از شرکته حالا توی کانادا خیلی راحت میشه در آوردیه توی ایران هم ممکنه وجود داشته باشه آنلاین میری میزنی اسم شرکت ها رو و میبینی که حالا توی این سال گذشته موقعی که به وجود اومده چه شکایت هایی بر علیه شده و اینا رو مثلا با 5 دلار آدم میتونه بخونه و میتونه یه اطلاعات بیشتری در مورد شرکت بگیره و یه چیز دیگه هم که هست میگفتش که این شرکت هایی که خیلی ایونت های خیلی زیاد میذارن و یه آدم میاد اونجا در مورد زندگی موفق خودش در مورد پول زیادی که در میاره در مورد ماشینایی که داره و در مورد ارقام عجیب غریبی با شما صحبت میکنن و میخوان شما رو بهتون فشار بیارن که بیاین توی این شرکت استخدام بشید و هر کاری بکنید شما به اونا میرسید مطمئن باشید که یه صد یعنی هر چی ایمان داره میگه من دارم یادم میاد بعد هرمیان. میگم پس بپرهیزید از افرادی که میخوان پول خودشون رو به شما بفروشن یعنی طرف میخواد بیاد بگه که من چقدر موفقم پس تو هم میتونی موفق باشی و یه چیزی هست یه جمله ای از خارجی ها میگن که میگن if it's too good to be true it probably is. یعنی اگر یه چیزی به صورت خیلی خوب. غیر معقولی خوبه احتمالا احتمال خیلی زیادم غیر معقوله و اینم من چندین بار توی زندگی بهم ثابت شده دیگه که اگر که تو داری میبینی که مثلا یه اتفاق داری میفته و احساس به قول کارون یه دنه اپیزود در مورد گاد فیلینگ رفته اون به نظر من خیلی اینجا میتونه بهتون کمک بکنه شما وقتی داری با یه نفر صحبت میکنی ته دلت بهت میگه که آقا این داره یه داره یه جوری میپیچونه داستان و از در عقب وارد از در عقب شدن. داره وارد میشه یا واقعا داره واقعیت رو بهت میگه چون که حالا چه میدونم من اگر که یه نفر بیاد از من در مورد یه زی بپرسه من اول شروع میکنم نکات بد یه بیزنس رو بهش گفتن که بهش بگم که ببین این ریسکا وجود داره اگر که میخوای تصمیم بگیری اینا رو حتما در نظر بگی تا اینکه بشینم براش از تمام نکات مثبت بگم و بگم هیچ مشکلی هم وجود نداره از فردا میتونی بیای پول ورودی من میدم آره با فرهاد ما این ویدیویی که دیدیم یه چند تا چیزم هم بهش اضافه کنم داشت میگفت اینا معمولا میرن بچه هایی که تازه از دبیرستان اومدن بیرون و تجربه زیادی ندارن رو هدف قرار میدن <applause> چرا خب تویی که حالا دبیرستان دانشگاه تازه اومدی بیرون نمیدونی دنیا چه خبره چه جوری میشه کار کرد اطلاعاتت کمه و خب دوستم داری موفق بشی میری مثلا توی این ایونت هایی که ایمان گفت میری مثلا ایونت یه ای آدمیه که یه خونه بسیار شیکی داره ماشین شیک داره ممکنه اون خونه تو جزیره باشه شما با قایق رفته باشی تا اونجا با قایق خودت با قایق اون آقا آها یا خانم. آره. آره. بعد اینا تو رو جذب میکنه توی اون ویدیو که ما دیدیم داشت میگفتش که اصلا ممکنه اینا رو اجاره کرده باشن نه خونه آره. واقعی نه ماشین واقعی نه ساعت واقعی آره نه و... این چون دو تا ویدیو بوده حالا بی... من واسه یه نه نه شما اون که که خودت سر دیدید دیدی یا اون که یوتیوبی که خودت ایوان فرستاده ایوان بودی که آمریکا بودن. بودن بعد چیزی که من میخوام بگم اینه که این به همه ماها خیلی نزدیکه الان ما ستا که اینجا نشستیم راجع این موضوع صحبت کردیم ما ستامون تجربه کار کردن با یکی از نه که خودمون با اینا بوده باشیم ولی تجربه این رو داشتیم که آدم‌هایی از شرکت‌های های شبه هرمی اومدن به ما پیچ کردن اینو. آره اومدن مثلا تلاش کردن که ما مثلا محصولشون حالا بفروشن ما با اینها وارد این قضیه بشیم چیزی که من میخواستم بگم اینه که این تجربه که یکی از حالا آشناهای من داشت فرض کنید همطور که ایمان گفت این شرکت‌ها ها ممکنه یه خدمتی رو ارائه بدن این خدمت ممکن ممکنه چند تا شاخه مختلف داشته باشه کسی که میره اونجا این, این رو من دیدم با یه هدفی میره اینا با حالا زبون بازی و صحبت کردن و اطلاعات دادن به فردی که لزوما خیلی مطلع نیست <applause> اون رو قانع میکنن که یه محصولی رو بخره که هدف اولیه اون فرد مراجعه کننده رو صد درصد نه شست درصدش رو ارضا کنه ولی هدف خود اون آدم رو خیلی بیشتر ارضا کنه <applause> مثلا اون بیمه عمری که من مثال زدم من مطمئنم مثلا همین چیزه یعنی طرف میره اونجا میخواد سرمایه گذاری کنه میخواد حالا درآمد بیشتر داشته باشه پولش رو رشد بده هر چیزی اونا در درجه اول تلاش میکنن که به شما بیمه اون بدن کسی که بیمه اون بخواد بگیره از جای دیگه وارد قضیه میشه مطالعات خودش رو میکنه اون بحثش شداست حرفی که دارم میزنم اینه که ممکنه به خاطر کم آگاهی من و شما یه سری آدم بتونن به یه چیزایی دست پیدا کنن با این توجیه که شما هم به هدف رسیدی ولی این واقعا صد درصد هدف شما نبوده بگو. بگو نتفلیکس رو میخواستی بگی آها نه میخواستم بگم یعنی که آره نتفلیکس هم یه شو داکیومنتری داره راجع به قضیه اسمش از بتینگ آن زیرو حالا دیدی اونو نه ولی اسمش این اسمش راجع بزرگتر حالا اسم و کمپانی متاسفم یادم لایف یه چیزیه راجع بزرگترین شرکت هرمی پیرامید اسکیم دنیا حرف میزنه از لحاظ اعداد و تعداد اعضا و خب این ما... تعداد آره زیر مجموعه ها و خب اصلا در دردناک دیدن این ویدیو حالا مثلا اشخاصی که این تجربه رو داشتن حالا ما خودمون با اینجور افراد تقریبا سر و کلم زدیم میبینیم خیلی قابل لمس و قابل درکه و خب به نظرم هرچی افراد بهتر و بیشتر بدن راجع به این داستان ها بهتر دیگه کمتر کل و رو کمتر پول از دست میدن و حالا دیگه چیزی که هست من راجع به داریم میخوام صحبت بکنم کسایی که حالا توی شغل شریف داریم مشغولن معمولا اینه که طرف از اینکه بخواد یه دروغی رو به تو بگه هیچ بای. ایبایی نداره به قول معروف و اینکه مثلا میتونه یه سری اعداد ارقام همینطوری برای جنریت بکنه مثلا همینطوری یه سری اعداد ارقام بگه برای حالا افرادی که حالا مثل کارون یا فرهاد که آدم های معقول تری به حساب میان این خیلی سخت قبول کردنش که طرف یه نفر میتونه بیاد جلوت بشینه و یه سری عداد ارقام بگه بدون اینکه واقعا هیچ پای آره پای و اساسی داشته باشه به قول فرهاد و این یکی از دلایلی که آدما معمولا گیر میفتن تو که میبینی خب طرف اینجا نشسته داره یه سری اعداد ارقام به من میگه یه سری شام جدولم میتونه به نشون بده و اینا آدم براش جذاب میشه که بدونه و میگم اون نکته اصلی که آدمو گیر میندازه اون تصویری که از اون شخص و حالا از کار کردن توی اون بیزینس برای آدم های مختلف میسازن دیگه یعنی میگه که خب تو رئیس خودتی هر موقع بخوای میری میای پول آنچنانی در میاری خب این خیلی جالبه دیگه خلاص در سبز نشون آره و... خلاصه این بود چیزی میخوام آره. یکی از این حالا آیتم هایی که این افراد نه. میگنجونن توی پیچ کردنشون پیچ نمیدونم پی آی تی سی اچ آره یعنی وقتی که میخوای چیزی رو بیافت ارائه اینه که حالا این مورد خاصی که حالا منو و کارون باش در جر... در مثلا چیز بودیم دست پنجه نرم کردیم این بوده که اینا میگن ما این کاری که میخوایم بکنیم اینه که میخوایم به بقیه افراد کمک بکنیم یا داریم یه آموزشی به بقیه میدیم داریم یه چیزی به بقیه اضافه میکنیم خیلی به قولی لژیتیمایزش میکنن ببخشید من انگلیسی میگم خیلی آره اعتبار بهش آره اعتبار میدن, و اینا و خیلی داستانهای قشنگ و خیلی آدم دوست داره بشنوه این داستانا میگم همیشه رو. توی این زمین که داشتم تحقیق میکردم گفت یه دونه اثر از کارهای انسان دوستانه اون تو هست همیشه اینطوریه که خب من آره دارم این قشنگش میکنه دیگه تو میای میگی که آره ما داریم پول در میاریم ولی به خاطر پولی که در میاریم داریم یه کار انسان دوستانه هم انجام میدیم <تصفح> ولی خب واقعیتش اینه که آیا اون کار انسان دوستانه مرکز کار توه یا اینکه پول در آوردن مرکز کار توه که از من این دوتا رو نباید یه جوری از من که ایمان زد خیلی خوب بود راجب اینکه چه جوری چه من بگم که اینا نزدیکن از آنچه که فکر کنیم به ما نزدیکترن به هم همون ممکنه مراجعه کرده باشن به مدل های مختلف ولی اگه جایی دیدید این شما رو تشویق میکنه که مثلا چند نفر دیگر هم معرفی کنید اگه جایی دیدید به شما خیلی اصرار میکنه که بیای مثلا فلان ایونت رو فلان برنامه شرکت کن اینا باید مشکوک شید احتمالش وجود داره که هرمی باشن دوستان شبه دیگه الان راحت میتونن دور بزنن هرمی آره. بودن دیگه گولد کوست نیست که واضح هرمی باشه شبه هرمی هن. یه دور قشنگی ناخر. زدن یه چند تا هدف دیگه هم اضافه کردن ولی این نفس ا... کار هم حالا چیزی که هست تعداد در واقع انقدر که زمان از اینها میگذره تو همینطوری شروع میکنی لوپول پیدا کردن دیگه خب اینجوری ما لو رفتیم الان من اینشو عوض مثلا این اسپکت از کارمون عوض میکنم یه یه جور دیگه ارائهش میدم که هرمی دوباره به وجود نیاد ای شرکت دوم لو رفت مثلا این این کار انجام میدم <applause> همینطوری در حال پیشرفتن ولی اون چیزی که خیلی به دل من نشست اینه که وقتی یه نفر میخواد بیاد اون پول خودش رو به تو بفروشه اینکه من موفقم این خیلی کار به نظر من پایینیه که تو بخوای خودتو به یه نفر بیای تحمیل بکنی که ببین من چقدر موفقم تو هم حالا اگه تلاشتو بکنی میتونی موفق بشی اینو که گفتی یه چیز من از بیل گیتس دیدم بیل گیتس الان چند بیلیون در چیز داره ثروتش زیاد من عجیبی خب ازم پرسید اصلا رفیق باباشه <تصفح> آره بعد یه عکس <تصفح> ازش در اومده بود توی سیاتل بود این رفته بود از یکی از حالا برگری معروف تو صف وایستاده بود لباس ملو. معمولی میمولو میمولو ترین حالت ما که بعد طرف خیلی چیزی؟ جالب میمولو میمولو چیزی که کارو میگه خیلی جالب نوشته بود که مثلا آدمی که اینجوریه انقدر سیکیوره یعنی این نداره یعنی به خود شک نداره که مجبور باشه حالا ثروتش رو با ماشین و لباس و ساعت و این شلواره که به کفش نمیرسه نمیتونم چرا شلوار مگه نباید به کفش آقا مال منم نرسیده من نگاه نه شلوار مگه به کفش نباید برسه الان مود حالا اینو تو میگی الان موده که یه چرا نمیرسه بالا ترمزارن. شلوار برای چی به کفش نمیرسه اون موده که تو بتونی هپی ساکس رو نشون بدی بابا من مشکلم اینه خب من از جورابم پوشم بعد باعت... آقا شلوار باید اگه کسی به شما مراجعه کرد شلوارش به کفش 100 درصد شما سر قضاوت کنی صد درصد هرمیه حالا <applause> بگویم یه یه مشخصه آبا همینو داشتم را... بیل خیلی چیز دیگه مجبور نیست نشون بده الکی ولی کسی شلوارش نرسید یه <applause> <تص مشخصه دیگه که این شرکت شرکتا داره اینه که از خودشون به خودشون جایزه میدن یا مثلا کاپ میدن یا انگشتر اون ویدیو خیلی باحال نشون داده بود آره, آره اون ویدیو حالا یکم خنددارش بود ولی توی حالا این مستندم که میگم خیلی مثلا جالبتر بهش نگاه میکنین داستان رو بعد میری این افراد میبینی که یا عالم کاپ گذاشتن یا عالم تابلو هست انگشتر چیدن توی باکس های مختلف اینا از مثلا دوازده هزار نفر نفر سوم شده ایشون مثلا از فلان نفرشون مثلا نفر دوم شده از هفته دیگه جایزه میدیم اینجا ما چی شدیم ما الان متوجه شدیم بهترین پادکست فارسی زبونی شدیم که توی منطقه نورس ونکوور توی ساختمون ایمایندا طبقه فلان زفت میشه ما همین الان جایزه هم جایزه شو قرار بفرستیم آره و اکثر اینا میرن اصلا کیلویی میخرن این چیزا کاپا رو اون ویدیو که تو فرسه خیلی بال بود پسره رفته بود پیدا کرده بود که پدر این چون... یارو رو در آورد همین هرمی سندی پر داشت پدرش رو در بعد دید مثلا اون بالا پسره میره مثلا با یکی از این آدمایی که میخواد بره زیر مجموعش بشه صحبت کنه بعد می‌بینین که اون بالا یه عالمه جایزه و اینا هست اینم وزه عکس گرفته و رفته و سرچ کرده بود در آورده مثلا اینو میتونید 10 دلار این جایزه رو به خودتون تقدیم کنید گرون بود دلار رو جایزه آره فکر اونا چون تولید انبوه میشه انبوه می‌خرن، آره آره خداسه اینکه یه yeah. از با... بازم حرف داری خیلی حرف یه بابای دیگه ای بود که <applause> <applause> خیلی من کرد. من تو یوتیوب دیدم اینم اینجوری بود که از همین ایونت ها بود اومده بود و داشت میگفت من چقدر موفقم و اینا بعد شروع که از زدن فامیل خودش من پولدارترینم تو فامیل خودم همه فامیل ما زیر مثلا بالای هوندا سیویک سوار نشده همه رو کوبید یعنی عمه دایی پدر مادر همه رو کوبید اما موقعی که من اومدم تو این کار کل خانواده ما بهتر غذا میخورن اوه <applause> 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 چه کاریه ببین این مثلا طرف وقتی میاد همچین صحبتی میکنه به دل نمیشینه دیگه شاید خنده باشه مثلا چیزایی که میگفت آها یه سری دیگه من بگم من چیزایی که حالا صحبتایی که کردم با این افراد اینا یه سری جمله های مثل استنداپ کامدی اینا یه به قول حالا فرهاد یه پیچی رو آماده میکنن که پانچ لاین داره واقعا یعنی اینا اینو تمرین کردن و مثلا یه سیزایی میاد میگه و مثلا یه ها یه تیکه میندازه و اگر که مثلا چند بار اینو شنیده باشی تو میدونی که الان این داره میاد یعنی قشنگ میدونی بعد یه چیز دیگه هم که خیلی تو رو اذیت کرد خیلی من اعداد ارقامی بود که گفتش نه 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 نمیدونی از کجا اومده بود و اونام خودشون نمیدونستن از کجا اومده بود فرمول هایی بود که اومده بود به آره. آره ولی آخه ببندیم خدا زبونش اصلا بند آخه شلوار مگه تر روی نشده برسه به کپش آقا شاید فردا روزی شلوار من نرسید آقا, آقا من پام سایز 45 هست. پای خرو خر دارم من شلوارم به کفش نرسید شما مثلا این یه پای باریک اومده یه کفش انقدر خب بعد شلوار باید به کفش برسه آقا شاید شلوار من به کفشم نرسید فردا روز ما هرم حلو. من بیشنید. میرم دیگه من کنار هم بچینی اون نمیشه که کارو حالا ما علاوه بر سایت شرط بندی خود بد ما <تصفح> شرکت هرمی خود کوستم میخوایم بزنیم آره خود یه مخفف در میاریم بعد بهتون میگیم آره. ولی خب به حال من گفتم که خالی از لطف نیست که ما در این مورد صحبت بکنیم زیاد میشویم در این مورد و بهتری که حالا با یه ذهن باستری در این مورد تصمیم بگیریم گول تمام این چیزای قشنگی که بهمون نشون میدن رو نخوریم دیگه این مثل اینستاگرامه تمام که تو اینستاگرام میبینید واقعی نیست تو این شرکت هم دقیقا همونطوریه من میدونید چرا مثلا ما ادامه بدی؟ آدمای مثلا, مثلاً, مثلاً, مثلاً ما آدم مثل ما من نوعی مثلا تو دامه اینجا افراد میافتیم چون خیلی ایده زود پولدار شدن راحت پولدار شدن خوشحالنده واسه آدم مثلا واسه من راه یه شب آره بعدم میبینی طرف یه شوبر. آره جلوت مثلا با بنزش میاد و فلان و اینا میگه خب چرا من نه منم آره اون یه مقدار تلاش رو میکنم حتما بهش میرسم خیلی کلا اصلا من با کی که... من بگم یه بهش به این میگن هامبل برگ توی انگلیسی خب ولی خب میگم چون که دیگه باید بگم اون کسی که میخواست مثلا ما منو دعوت بکنه ماشین من از اون بهتر بود آخه چیو داری به من میفروشی الان اونا دارن سرمایه گذاری پول خیلی میکنه پول خیلی زیاد ببین کسی که پول داره پولشو تو ماشین نمیذاره پولشو جایی میذاره که رشد بیشتر ببین من مشکلم کلا با شو آف کردنه خب یعنی اینکه اگه شما رسالت زندگیت اینه که شو آف کنی یه جای قضیه مشکل داره و من با شما مشکل دارم هر شغلی داری اگه مثلا قضیه اینه که هم داره نه اگه برنامه اینه که آقا من باید مثلا ویدیو درست کنم و به بقیه نشون بدم که زندگی چه جنبه های قشنگی داری که شما خبر ایمید. ندارید با خبر میشید اگه به من مراجعه کنید فلان کالا رو من انقدر ارزون تر بهتون میفروشم من این وسط قرار میگیرم واسط بودن دلال بودن من مش مشکل دارم اینا اینا یه اینا کاذبه اینا شغلای کاذبه یه چیز جالب دیگه بگم من جلو خودم دارم میگم این ادبیات من دیگه نه نه شو آف یعنی شما هی ویدیو باید بدی بیرون که بشه تابید. مثلا آه. کجا یه جالبی که میگفت میگفت این افرادی که میاد تو این کنفرانس ها و خیلی شما رو تحت فشار قرار میدن که من پولدار شدم و اینا میگفت بهتون قول میدم اکثر پولی که در آوردن از این کار نیست اگرم که آدم پولداری باشن بیشتر شروع میکنن ویدیوهای آنلاین جمع کتابا و این چیزهای مختلفی که درست کردن که چجوری پولدار بشید رو فروختن ام. و از اونا پولدار شدن میگفت از این راهه نبوده یعنی به هر حال اینا ممکنه پولدار شده باشن ولی واقعا این راهی که دارم به شما میگن راهش نیست این از یه راه دیگه فاملی گایز هم یه اپیزود داره یکی از اینا رو مسخره می‌کنه اصلا داستان اینه شما اگه راه پولدار شدن بلد باشی که وقت نداری بیای مشاوره بدی وقت نداری بری ایونت پولدار شدن بذاری که <متصفح> بعدم اگر که حالا واقعیت انسانه شاید آدمایی هستن که خیلی آدمای خفن و خیلی هن وجود دارن نمیگم نیستن ولی تو اگه واقعا راهی یک شب پولدار شدن بلد بودی که خب چرا بیای به بقیه بگی چون از اون لحظه که به بقیه بگی اون راه دیگه اشباه میشه دیگه یه راه پولدار شدن محسوب نمیشه اونطوری به نظر من <تصفح> یک راه داره پولدار <تصفح> نه اونم اینه که شما بتونید چیزی رو درست کنید یعنی کالایی رو درست کنید خدمتی رو ارائه بدید که سهلی. یه دردی رو دوا کنه خب فهم. یعنی آقا شما یه مهارت یه مهارتی داری مثلا نجاری نقاشی نمیدونم معلمی نویسنده ای آره. آره, چای توتون پنبه میفروشی یه،, یه دردی رو داری دوا میکنی یه وسیله رو اختراع میکنی تو قطعا پولدار خواهی شد ولی اگه کارتو مستقیم با پول سر و کار داره یعنی با پول مردم یعنی با چهار نفر آوردن زیر مجموعه خودت ازشون پول گرفتن تو داری نمیدونم پول در میاری، این مسیر در عقبه این از بک دور ممکنه برسی ها یعنی من اینو منکرش آره نمیشتم. شما پولدار میخوای بشی یه دردی رو باید دوا کنی اون درد میتونه مهارت شما باشه میتونه کالایی باشه که شما درست میکنید میتونه اختراع شما باشه یه دردی رو دعوا کنید 100 درصد پولدار خواهید شد اگه هدف پولدار شدنه اگه هدف صرفا درمان دردی که همون اول بهش رسیدید آها اینا هیچ چیزایی که میخوندم حالا میدم واقعا گنجایش نداره ولی من یه چل لقص داریم داریم میکوبیم بنده خدا رو یه زی دیگه که میگفت میگفتش که این افراد کسایی که کالا محور بود میگفتش که اون کالا رو هم زیاد نمیشناسن یعنی اصلا نیومدن واقعا کالا بفروشن بهتون فقط حالا اگرم که شما گزارتون به این بدبخت و افتاد و اینو خواستن به شما کالای بفروشن ازشون که سوال میکنی واقعا مثلا میمونن اینطوری که از اون نداشتن اطلاعات در مورد اون چیزی که میخوان به شما بفروشن هم واقعا میشه فهمید که اونا برای چی دارن کار میکنن آیا واقعا اومدن اونجا که زی مجموعه داشته باشن یا اومدن که یه کالایی رو به شما بفروشن حالا ما اینجوری نیستیم که فقط نقد کنیم راهکار ارائه ندیم توی اپیزود ابیز... میخوا... بعدی من راهکار ارائه میدم ار... ارائه دادم دیگه نه ما میگیم به اینا مثلا میخواید پول داشتید به اینا مراجعه نکنی <تصفح> شروع <شونی؟ تصفح> به سیده به کفشم <تصفح> 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 هرمیه چی هرمیه ما اینجا اومدیم اینقدر گفتیم که یه هرامیه. آره اینجا ما اومدیم گفتیم به این شرکت هرمی مراجعه نکنیم من راهکار ساده دارم که بزرگان بهش اشاره کردم بشنوید این لینک رو بکشید بالا بکشید بالا تو شرکت ما سبت نام کنید توی خود به اگه هر کدوم از شما توی ده روز سه نفر رو اضافه کرد نه ولی اینم راه حل داره برای اینکه با اینا مقابله کنی من راه حل دارم به شنوندهای ما داشتم میگفتم بله شنونده عزیز هر کدوم شما اگه تونستید سه نفر اضافه کنید و اون سه نفر توی ده در... سه نفر دیگه من دقیقه همین میگم به جای اینکه شما برید مثلا ده نفر رو استخدام کنید و زیر مجموعه خودتون انجام بدین این اپیزودو برای سه نفر بفرستید <تصمت> 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 بس تا هم برای اون سه تا هم بگی که توی یک ما برای سه نفر بفرستن و ببینیم که چه جوری روش این اتفاق بیفته هیچ پولی هم به ما نمیرسه ناموسن نمیرسه آقا بریم جمعش کنیم دیگه واقعا بریم, بریم. من سوالمو نپرسم منم سوالاتونو بپرسم نگرانی داشتم آقا این اپیزود نبندی بذاریم باز باشه چی بریم شام میاری بگو نه دیگه قبلا پرسیم اوکی ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنجشنبه با موسیقی کارون برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ